هنوز چند ماهی از آزادی مشروط منصور حسنلو، فعال سرشناس کارگری و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه نمی‌گذرد که مادر این فعال کارگری به صدای آمریکا می‌گوید افشین حسنلو، فرزند کوچکتر او که بیش از یک سال است در زندان اوین به سر می‌برد، در اثر شدت شکنجه و پارگی کف پا در اثر ضربات کابل و ایجاد قده بزرگ در زیر کتف به بیمارستان منتقل شده. به قدر ایشون شکنجه کردن، به قدر کابل کف پاش زده بودن که الان من مثلا همین رویت از زخماشو میبینم بهتر هست، اما که خب چهار ماه نشون به من ازن نگو که به قدر ایشون شکنجه کردن که ازش به زور حرف بکشن، چون متوجه شده بودن که برادر منصور حسنلوه. میگن شما مثلا خواستی که مثل حسنلو باشی. خلاصه ایشون خیلی شکنجه میکنن، کار کرد و پاش میزنن. بعد 5 روز 6 روز قطعونی بوده. بعد این که دیگه تموم میشه 4 ماه مینا خب زخم زاره به ما نمیگه. بعد 4 ماه که تموم شد من یه شب دیدم که تلفن زد که الان 1 سال از اون موقع گذشته. که یواش یواش دیدم اصلا ملاقات شدم، رنگ زرد هی دست میذاره رو قلبش. نگو که این کت زیر کت چه قده بوده، حالا در اثر همین قطعونی بوده یا اون شلاقای کابلایی که خورده. خلاصه در اومده دیگه ما انقدر این ور اون ور کردم من مادر دیگه رفتم پیش قاضیا، همشون نامه بردم. یه وقت متوجه شدم که 5 سال زندانی بی گناه برای بچه من بریدن. 5 سال برای اون یکی منصور حسنلو بریدن کم بود، 5 سالم برای ایشون بریدن. مادر افشین حسنلو میگوید این حرفها را با مسئولان زندان و دستگاه قضایی نیز مطرح کرده ولی پاسخی نگرفته. من نامه نوشتم، تمام اینایی که با شما صحبت میکنم خودم مادرم نامه نوشتم بردم، هیچ گونه جوابی به من ندادن تا این ساعت که 1 سال و 5 روز از زندانی این بچه میگذره. بعد اینم که جواب دادن یه روز من زنگ زدم گفتم پسرت باید بستری بشه، بریم جایی رو پیدا کنید ببینید چه جوریه، میخواد که عمل بشه، جراحی داره. پشتش هم یه دونه قده در اومده بود، بعد یه دونه پیش دستی. اما احساس میکنم اون کابلی که خورده تو کمره زیر کتفشه. خب با این حال پابند پاشه، دستش دستبند زدن. به گفته مادر حسنلوها، منصور حسنلو، فرزند بزرگتر او و رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، در خرداد ماه امسال پس از تحمل 4 سال حبس برای درمان نارسایی قلبیش با سپردن 2 وثیقه 500 میلیون تومانی به طور مشروط از زندان آزاد شده و از حقوق مزایای شغلی نیز محروم شده. در همین حال کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم نمودن احکام زندان و پیگردهای پلیسی و اجهافات در حق کارگران و فعالان کارگری خبر داده که همکنون رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد به بیمارستان منتقل شده، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با وجود عمل قلب راهی زندان شده و ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز بدون یک روز مرخصی 3 سال از حبس خود را می‌گذراند. پیام یزدان، صدای آمریکا.